درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس. از شما دعوت میکنم به اخبار امروز شنبه 21 مرداد ماه 2582 ایرانی 1402 هجری خورشیدی برابر با 12 آگست سال 2023 توجه بفرمایید. نخست خلاصه چند خبر. تجمع زنان در تبریز و واکنش ها به خشک شدن دریاچه ارومیه، این دستاورد یک نظام نالایق است. بازگشت گشت ارشاد به لایحه حجاب از سوی مجلس، جریمه بدحجابی صرف ازدواج و اشتغال می شود. واکنش ها به توافق احتمالی ایران و آمریکا، اعتراف به بازداشت افراد به منظور پیشبرد مذاکره. دستیار رئیسی اجازه ندادند در دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی حاضر باشم. شیرین عبادی در گرد همایی ایرانیان در لندن: با یکدیگر ستیز نکنیم، ما فقط یک دشمن مشترک داریم. داعش مسئولیت حمله به نظامیان سوریه را بر عهده گرفت، شمار کشته شدگان به 26 نفر رسید. رئیس کل بانک مرکزی ایران از آزادسازی منابع ارزی توقیف شده در کره جنوبی خبر داد. جبران کمبود پرستار در بیمارستانها با اضافه کار اجباری ساعتی 16000 تومان. گوگل در پی ایجاد ابزار هوش مصنوعی برای شبیه سازی صدای خوانندگان است. و مجید جلالی: گفتند ورزشگاه آزادی را رها کنید تا متروکه شود. مشروع خبرها. جمعی از زنان تبریز در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه روز شنبه 21 مرداد تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضان خواهان بازگشایی سدهای روی دریاچه و نجات آن شدند. خالد پیرزاده، زندانی سیاسی سابق، نیز با حضور در ساحل دریاچه تبدیل آن را به کویر نمک دستاورد نظام فرسوده و نالایق خواند. گروهی از زنان روز 21 مرداد مقابل ساختمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی در تبریز تجمع کردند. معترضان در این تجمع شعارهایی چون دریاچه ارومیه تشنه است و سدها را بشکنید، دریاچه ارومیه را پر کنید سر دادند. پیرزاده خشک شدن دریاچه ارومیه را دستاورد یک نظام فرسوده و نالایق خواند و گفت این سرنوشت مشترک سایر منابع طبیعی ایران عزیزمان هم هست. رود کارون، زاینده رود، تالاب هامون، تالاب گاوخونی، میانکاره و هورالعظیم. این فعال سیاسی مشروطه خواه ادامه داد: ایران برای همه ما ایرانیان است، فارغ از هر قومیت، زبان و گرایش دینی. ما همه یک ملت هستیم. من از استان خوزستان آمدم و قلبم برای دریاچه ارومیه میتپد. ایران وطن من است و قلبم برای جای جای این میهن میتپد. دیگر وقت خوابیدن نیست. بیدار شوید مردم. عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان محیط زیست که در دولت 12 ریاست سداد احیای دریاچه ارومیه را بر عهده داشت، نیز یک ماه پیش در این زمینه به روزنامه اعتماد گفته بود اگر این روند خشک شدن دریاچه ادامه پیدا کند، در شهریور تنها باتلاقی بر جای دریاچه به جای خواهد ماند. با وجود انتشار گزارشی در روزنامه فرهیختگان مبنی بر عزم مجلس در برگرداندن گشت ارشاد و کاهش جریمه‌های مالی در لایحه حجاب، یک نماینده مدعی شد که درآمد حاصل از این جریمه‌ها صرف اشتغال و ازدواج جوانان می‌شود. همزمان چند مکان عمومی به دلیل خدمات دهی به بی‌حجابان پلمب شدند. موسی غضنفر آبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز شنبه 21 مرداد به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت پیشنهادات زیادی درباره لایحه عفاف و حجاب مطرح شده، اما هیچ کدام چارچوب آن را تحت تاثیر قرار نداده است. او مدعی شد که در لایحه شیوه برخورد با بدحجابان به صورت استفاده از نرم افزارهای روز است و پلیس درگیر نمی شود، بلکه از دوربین های شهری برای کشف جرم و شناسایی و تعقیب متهم استفاده خواهد کرد. این نماینده مجلس همچنین درباره تمرکز لایحه بر جریمه نقدی مخالفان حجاب اجباری گفت برخورد با مجرمان تأثیری بر آمار زندانیان کشور ندارد. بر اساس گفته های غضنفر آبادی که از طراحان اصلی لایحه 70 ماده‌ای عفاف و حجاب است، این جریمه ها یا از حساب مخالفان حجاب اجباری برداشته می شود یا به عنوان بدهکار در سابقه آنها ثبت می شود.
او همچنین مدعی شد که بر اساس این لایحه درآمد حاصل از جریمه ها صرف اشتغال و ازدواج جوانان و کمک به محرومان و آسیب‌های اجتماعی شده و 1 ریال از این جریمه ها به نیروی انتظامی و ارگان‌های دیگر اختصاص نمی‌یابد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی در پستی در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق به خبرهای مربوط با انتقال وجوه بلوکه شده ایران از بانک‌های کره جنوبی واکنش نشان داد. همتی این سوال را مطرح کرد که الان باید خوشحال باشیم که با مجوز آمریکا از منابع خود برای غذا و دارو استفاده خواهیم کرد؟ این نوعی خنثی‌سازی تحریم هاست؟ رئیس کل اسبق بانک ملی در این توییت با اشاره تلویحی به منتفع نشدن ایران از بابت تحریم ها نوشت طی 2 سال هر 2 ماه از 6 میلیارد و جمعاً از 72 میلیارد دلار درآمد نفتی محروم شده ایم. به گفته او اما از سوی دیگر در 5 سال گذشته از میزان ارزش منابع بلوکه شده ایران نزد بانک های کره جنوبی حدود 15% معادل 1 میلیارد دلار از دست رفته است. علاوه بر این موارد همزمان با انتشار خبر آغاز انتقال دارایی های بلوکه شده ایران در کره جنوبی به حساب هایی در کشور قطر، نرخ دلار در بازار آزاد کاهش یافت و شاخص بورس تهران افت کرد. رها کردن زندانیان آمریکایی در مقابل آزادسازی مشروط پولهای بلوکه شده ایران با واکنش‌های گوناگونی از سوی رسانه‌های داخلی همراه شده است. روزنامه هم‌میهن نتیجه این تبادل را اتلاف وقت خوانده و روزنامه همشهری صراحتاً گفته است دستگیری دو تابعیتی‌ها سیاستی برای مذاکره با دشمن است. روزنامه هم‌میهن یادآور شده که برجام 2 که مخالفان آن را به شدت محکوم کرده بودند اکنون به ثمن بخس از دست داده شده است و 6 میلیارد دلار آزاد شده در قبال این تبادل هم هیچ گره مهمی را از شرایط کشور باز نمی‌کند. به گفته این نویسنده در کشوری که به قول وزیر نفت آن فقط به 240 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز نیاز دارد، 6 میلیارد دلار هیچ دردی را درمان نمی کند، چرا که 10 برابر مهمتر کاهش ریسک سرمایه گذاری برای حضور سرمایه گذاران در ایران است. در بخشی از یادداشتی که همشهری روز شنبه 21 مرداد از یک روحانی به نام حسین کاظم‌زاده به عنوان پژوهشگر دین و اندیشه در صفحه اول خود منتشر کرده و عنوان آن درس‌های آزادی 6 میلیارد دلار است آمده، دیپلماسی در دنیای امروز اختصاص به گفتگو ندارد، بلکه مذاکره بدون پشتوانه قدرت سیاسی و اجتماعی کاری بیفایده است. دستیار ابراهیم رئیسی در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی مدعی شد که تلاش کرده در دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران زندانی شرکت کند که به واسطه غیرعلنی بودن دادگاه اجازه این کار داده نشده است. سکینه پاد در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان تاکید کرد که با رئیس کل دادگستری استان تهران و قاضی سلفاتی در این مورد صحبت کرده بود، اما با توجه به اینکه گفته است من از قوه دیگری بودم حضور در دادگاه میسر نشد. او مدعی شده که با 2 جناح سیاسی چالش دارد و وقتی توییت میزند انقلابی ها میگویند شما چه کسی هستید که بخواهید از آزادی بیان حرف بزنید. او در بخشی از صحبت‌های خود گفته است که ورود زنان به استادیوم هم از جمله مسائلی است که به لحاظ شرعی و قانونی اشکالی ندارد و بیشتر یک مقاومتی بوده که میشد و به تعبیر او زیبنده نیست که فیفا بخواهد چیزی را به ما تحمیل کند و این ضعف ماست. دستیار ابراهیم رئیسی در مورد لایحه عفاف و حجاب هم با اشاره به اینکه در هیچ مرحله دخالتی در تدوین این لایحه نداشته در مورد نسخه 70 ماده‌ای کمیسیون قضایی مجلس گفته که برای 32 نهاد قانونی تعیین تکلیف کردیم و مجدد در این لایحه 1 سری دستگاه‌ها را درگیر کردیم. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در گردهمایی‌های ایرانیان مقابل وزارت خارجه بریتانیا گفت سقوط جمهوری اسلامی حتمی است، اما امیدوارم از 44 سال گذشته عبرت بگیریم. ممکن است عقیده واحدی نداشته باشیم، اما دشمن یکدیگر نیستیم و فقط یک دشمن واحد داریم. با یکدیگر ستیز نکنیم. تلویزیون ملی پارس پس از پایان برنامه خبری شما را دعوت به دیدن این برنامه می‌کند. از شما دعوت میکنم با اخبار امروز همچنان همراه باشید.
سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. ادامه خبرها. خبرگزاری دولتی سانا در سوریه روز گذشته به نقل از منبع نظامی این کشور نوشت یک گروه تروریستی عصر دیروز اتوبوسی نظامی را در جاده‌ای در جنوب شرقی دیروزور هدف قرار داد که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان شد. سانا آمار دقیق کشته و زخمی شدگان این حادثه را اعلام نکرد، اما دیدبان حقوق بشر سوریه نوشت که در این حمله دست کم 23 سرباز کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه تاکید کرد با وجود اینکه داعش کنترل مناطقی را که در سال 2019 در شرق سوریه به دست آورده بود از دست داده و تاکنون 4 بار نیز رهبر خود را از دست داده است، اما این گروه افراطی به حملات خود به ویژه علیه ارتش سوریه در مناطق بیابانی این کشور ادامه می‌دهد. سخنگوی جدید گروه تروریستی داعش در یک فایل صوتی ضبط شده که روز پنجشنبه 12 مرداد در کانال‌های تلگرامی این گروه منتشر شد، گفت که قریشی پس از یک درگیری مستقیم در یکی از محلات استان ادلب با هیئت تحریر و شام از شاخه‌های پیشین القاعده در سوریه کشته شده است. این سخنگو محل دقیق و تاریخ مرگ رهبر داعش را مشخص نکرد، اما گفت که هیئت تحریر و شام دشمن داعش در تلاش برای دستگیری او بود.
این در حالی است که پیشتر و در پایان ماه آوریل رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده بود سرکرده داعش با نام مستعار القریشی در جریان عملیات سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه در سوریه خونسا شده است. روزنامه صباح ترکیه گزارش داد این اطلاعات هویتی شامل بیوگرافی، توبه‌نامه‌های اعضا، جزئیات درباره آموزش‌های ویژه، مهارت‌ها و تسلیحات استفاده شده این گروه است. همچنین بر اساس این گزارش، اطلاعاتی هم درباره اعضای خانواده، ملیت، نشانی‌ها و تماس‌های این اعضای داعش به دست آمده است. و اما روزنامه وال استریت ژورنال میگوید ایران برای کاهش تنش‌ها ذخیره اورانیوم 60% خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و بخشی از مواد 60% را رقیق کرده است. این روزنامه به نقل از منابع خود نوشته دولت ایران سرعت انباشت اورانیوم با قنای بالا را کاهش داده و این اقدامات میتواند به کاهش تنش‌ها با آمریکا کمک کرده و امکان از سرگیری مذاکرات گسترده‌تر بر سر برنامه هسته‌ای ایران را فراهم کند. به نوشته وال استریت ژورنال هر چقدر ایران میزان کمتری اورانیوم با قنای بالا ذخیره کند، مواد خام بالقوه کمتری برای تولید سلاح هسته‌ای در اختیار خواهد داشت. این گزارش یک روز پس از آن توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده که طبق آن 5 شهروند ایرانی آمریکایی از زندان اوین به حبس خانگی منتقل شده و بخشی از پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی آزاد می شود. به نوشته وال استریت ژورنال مقامات آمریکایی و اروپایی به ایران گفتند که اگر تنش‌ها تابستان امسال کاهش یابد، در اواخر سال جاری برای گفتگوهای گسترده‌تر از جمله در مورد برنامه هسته‌ای ایران آماده خواهند بود. محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز شنبه 21 مرداد با انتشار پستی در رسانه اجتماعی ایکس توییتر سابق از آزادسازی منابع ارزی توقیف شده در کره جنوبی خبر داد. به گفته او نزدیک به 7 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران طی سالهای پایانی دهه 90 به صورت ون واحد پول ملی کره جنوبی به بانک‌های این کشور واریز شد که به دلیل کاهش برابری ون به دلار نزدیک به 1 میلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری مواجه شد. رئیس کل بانک مرکزی افزود تمام منابع ارزی توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد و هزینه های تبدیل ارز آن از ون به یورو نیز توسط کشور سالس پذیرفته شد. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه گفت که پول های آزاد شده ایران مشمول محدودیت هایی است و فقط برای مقاصد غیر نظامی مانند خرید قضا و دارو هزینه خواهد شد. و اما وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور 20 پهپاد اوکراینی را که بامداد روز شنبه 21 مرداد به سمت شبه جزیره کریمه پرتاب شد منهدم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این وزارتخانه در پیام رسان تلگرام اعلام کرد این حمله تلفات جانی و خسارتی در پی نداشته است. بر اساس این گزارش 14 پهپاد توسط سامانه‌های پدافندی منهدم و 6 فروند دیگر نیز با سامانه جنگ الکترونیک نابود شدند. سرگئی کریوچوف مشاور فرماندار کریمه منصوب شده از سوی مسکو پیشتر گفته بود که سامانه‌های پدافند هوایی در دفع حملات هوایی در بخش‌های مختلف شبه جزیره نقش دارند. حملات پهپادی به مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین و خاک روسیه از زمانی که یک پهپاد در اوایل ماه می بر فراز کرملین منهدم شد افزایش یافته است. اوکراین تقریبا هیچگاه به طور علنی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما میگوید که تخریب زیرساخت‌های نظامی روسیه برای ضد حمله کیف بسیار مهم است. مسکو در سال 2014، 8 سال پیش از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور تهاجم همه جانبه به اوکراین را صادر کند، کریمه را به خاک خود زمینه کرد. همزمان با شتاب گرفتن موج مهاجرت کادر درمانی کشور، دبیر کل خانه پرستار ایران از جنبران کمبود پرستار در بیمارستان‌ها با اضافه کار اجباری ساعتی 16000 تومان خبر داده است. محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار ایران از جمله دلایل کمبود پرستار در بیمارستان‌ها را مخالفت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی با جذب نیروی رسمی طی 2 سال اخیر دانسته
و به خبرگزاری ایلنا گفته است بیمارستان‌ها برای تأمین نیرو مجبورند از نیروهای قراردادی و شرکتی استفاده کنند. به گفته این مقام صنفی، بسیاری از تحصیل کردگان پرستاری به دلیل حقوق پایین قراردادهای غیر رسمی حاضر به کار نمی‌شوند و بیمارستان‌ها با اضافه کار اجباری از ظرفیت نیروی موجود برای پر کردن خلا با ساعتی 16 تا 20 هزار تومان سوء استفاده می‌کنند. دبیر کل خانه پرستار ایران با اعلام اینکه تعداد استاندارد نیروها در ارائه خدمات صحیح مهم است گفت طبق استانداردهای حداقلی به ازای هر 1000 نفر حداقل باید 3 پرستار وجود داشته باشد که الان 2 نفر است و ما هنوز به کف استاندارد هم نرسیده ایم. موزل کمبود پرستار در ایران که با افزایش مهاجرت آنها بیشتر نمایان شده در شرایطی است که به گفته محمد میرزا بیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری در 28 تیر ماه 17000 نفر از کادر سلامت که 12000 نفر آنها پرستار بودند با وجود وعده استخدام پس از فروکش کردن همگیری کرونا نه تنها استخدام نشدند بلکه بیکار شدند. یک کارشناس ارشد در سازمان ملل هشدار داد که حتی پیش از افزایش میانگین دمای جهان به میزان 1.5 درجه بیشتر، جهان احتمالاً با اختلالات عمده در تأمین مواد غذایی روبرو خواهد شد. به نوشته یه روزنامه گاردین در روز شنبه 21 مرداد، آلن ریچارد دونوهایی، رئیس کنفرانس بیابان زدایی سازمان ملل متحد اظهار داشت که کشاورزی در جهان نظر به تأثیرات بحران‌های آب و هوایی، کمبود آب و شیوه‌های ضعیف کشاورزی در معرض تهدید است. به گفته او اثرات خشکسالی با سرعت بسیار بیشتر از آنچه که انتظار می رفت در حال رخ دادن است و اتفاقاتی بسیار بد پیش از افزایش 1.5 درجه دمای هوا پیش روی جهان است. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد موسوم به فاو ارزیابی کرده که برای تأمین غذای مردم جهان تا حدود 25 سال دیگر باید 2 برابر میزان کنونی غذا تولید شود. اما کمبود آب، کاهش زمین‌های کشاورزی و تغییرات آب و هوایی موانع عمده‌ای بر سر تحقق این هدف هستند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، ماه گذشته هشدار داد که کره زمین به نقطه جوش رسیده است. او گفت این تازه اول دوران جوشش جهانی است. از شما دعوت میکنم همچنان با اخبار امروز همراه باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. ویست ساید میدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه،
تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا، شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. در بخش پایانی اخبار امروز از شما دعوت می‌کنم به بهای ارزهای رایج، ارز دیجیتال و قیمت سکه طلا و همینطور نفت توجه بفرمایید. قیمت دلار آمریکا 48650 تومان، یورو 53340 تومان و پوند انگلیس 61760 تومان. درهم امارات 13490 تومان، لیر ترکیه 10795 تومان و دلار کانادا 37030 تومان. قیمت بیت کوین 29453 دلار، اتریوم 1851 دلار و داج کوین نیز 8 سنت است. قیمت سکه طرح امامی 27,890,000 تومان، نیم سکه 15,120,000 تومان و ربع سکه نیز 10,090,000 تومان است. نفت سبک ایران با بهای 84 دلار و 83 سنت و نفت سنگین ایران نیز با بهای 86 دلار و 81 سنت معامله می شود و شاخص کل نیز برابر است با 1,989,640 که 0.4 واحد کاهش داشته است. از توجه و همراهی شما با اخبار امروز بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر، پاینده ایران.